ختم کلامی که همه با دست به دست هم بدیم و به هنر و فرهنگ مملکت خدمت کنیم. بله، خیلی ممنون. خانم آقایون، این هم از مصاحبه خودمونی ما با بازیگر سرشناس کشورمون، سرکار خانم مجده گیلانی. خیلی ممنون از اینکه رو در رو دنبال میکنید و برنامه ما رو تماشا میکنید. تا بعد. میشه محبت کنید؟ خانم گیلانی، فکر میکنم از آنتراکت وسط برنامه یه مقدار فضاتون عوض شد. نه، چیزی نیست. یا خیلی به هم ریختید. اصلا چیز مهمی نیست. انشالله. مجده جان سلام مادر. الان البرز به هم زنگ زد. اما فکر کنم دستش خورده بود به گوشی مادر. صدای زد و خوردم می اومد. بعدش هر چی بهش زنگ زدم جواب منو نمیده. تو رو خدا به من بگین چی شده. دلم این سیر و سرکه می جوشه. خانم گیلانی جون، ماشین برای کجا بگیرم برات؟ پیچ فردتشم برنده خواهم منتظر. خیلی ممنون. ممنون از همه. خیلی زحمت کشید. خدا نگهدار. ممنون از شما. مراقبت کنید. مرسی که تشریف آوردید. خواهش می‌کنم. الو البرت جان. عزیزم چرا گوشی رو بر نمی‌داری؟ مادرت هم تماس گرفته، شما خیلی نگران. چرا جواب نمی‌دی؟ ببین پیغامو گرفتی، حتما زود با من تماس بگیری یا مردم از دلم. آقا دارم میام. خدافظ. سلام خانم گیلانی. سلام آقا. لطف کن به جای لوکیشن من ببر خونت. باشه چش، ولی لطف کنی با آقا سلیم خانی خودتون تماس بگیری، از چشم من نبینن یه موقع. باشه، تماس بگیر. الو سلام آقای سلیم خانی. بله با آقای ترابی هستم. من میخواستم بگم که من یه مقدار دیرتر میتونم بیام سر فیلم برداری، به خاطر اینکه باید اول برم خونه. نگران همسرم هستم. بله نمیدونم جواب تلفن نه من نه مادرشون رو نمیدم. ببخشید صداتون نمیاد. چی فرمودی؟ به درک آقای سلیم خانی که فیلم برداری عقب میفته. من دارم میگم نمیدونم شوهرم زنده است یا مرده. شما میگی فیلم برداری عقب میفته. من حرفی با شما ندارم. خدافظ. مجید خانومشه، چیکار کنم؟ حواست باشه نباید تلفنشو جواب بدی. تام زودتر برو خونه رو دستت پاک کن. ببین خیلی کار وحشتناکی کردی مجید. اول و آخرش میخواد بفهمه که کار ما بوده. تو بهتره به کار خودت برسی. برو سراغ آش خانم. اینجا همیشه خلوت بود، برای چی اینقدر شلوغ شده؟ امروز تصادف شده شاید. شما از این کوچه دست راست بنداز برو دیگه. آخه سابقه نداشته، نه تلفن خونه رو جواب میده نه موبایل رو جواب میده. مگه میشه نگران نباشم خواهرم؟ یه دقیقه صبر کن، پشت خط دارم. الو سلام، شما نشناختین؟ هاشمی هستم، همسایه طبقه بالاتون. خیلی ممنون. ببخشید تو رو خدا مزاحم شدم. قصد فضولی ندارم، آ از صبح زود که شما زدید بیرون صدای عجیب غریبی از خونتون می اومد. بله میخوانی یه سر برم در خونتون ببینم چه خبره؟ یا نه زنگ بزنم پلیس؟ نه خودم اومدم. من خودم اومدم. الو آقا، ما همین همه رسیدیم دم در خونه پیادهشون کردم. بله بله، خدافظ. یا خدا کار عالی بود خانم گیلانی. من خانم گیلانی حرف نداشت. عالی محمود آقا قهوه من چطور بودم؟ واسه کسی
آقا مجید دیدی چی کار کردی؟ دیدی حال خانم گیلانی چقدر بد شد؟ ببین من یه پلان خوب میخواستم بگیرم با حس و حال خوب که گرفتم، بقیهش اصلا مهم نیست. میدونی چیه؟ سینما این عزیزم همینه.